اومدیم تی جی سی ویژه برنامه اتاق بازی امسال. خیلی هیجان داریم، کلی اتفاق خوب قرار بیفته. تی جی سی پارسال که کلی جواب بود و خیلی همه حال کردن، این دو روز هم اینجا از هیجان ترکیده. میخوام ببینیم که چه خبره اینجا، کلی گزارش باحال داریم، کلی آدمای باحال اومدن و بریم ببینیم که چه خبره. با ما همراه باشید، اصلا یک دقیقه هم از دست ندین، چون میخوایم بریم با هم همه رو ببینیم. بریم. فعلا رویداد گیم کانکشن برای اولین بار به ابتکار پیر کارد در سال 2001 و در فرانسه پایگذاری شد تا ناشرین، بازیسازان و شرکت‌هایی که در صنعت گیم فعالیت می‌کنند زیر یک صف قرار بگیرن و با ایجاد ارتباط کاری با یکدیگه بتونن روابط تجاری برقرار کنن. در نتیجه گیم کانکشن یه رویداد بیزنس تو بیزنس یا به اصطلاح بی تو بیه که مخصوص شرکت‌های فعال در صنعت گیم طراحی شده تا بتونن با برنامه ریزی و گرفتن ارتباط‌های کاری رو به جلو حرکت کنند. رویداد گیم کانکشن در دو زمان و دو مکان مختلف به صورت سالیانه برگزار میشه. گیم کانکشن اروپا که در پاییز در لیون و گیم کانکشن امریکا که در فصل بهار و در شهر سان فرانسیسکو برگزار میشه. TGC چون هیچ تجربه‌ای ازش توی ایران نبود، به نظر من خود این خیلی مفید بود که برای اولین بار ما بتونیم یه چنین تجربه‌ای داشته باشیم. تنها نمایشگاه بی تو بی گیم ایران. TGC به نظر من یه شروع خوب بود واسه یه سری اتفاقای خوب. TGC به نظر من میتونست خیلی بهتر باشه و میتونه ادامه داشته باشه، ولی هنوز جا داره، یعنی هنوز مونده تا به اونجایی که باید برسه. TGC رو فکر میکنم یک اقدام شجاعانه بشه در نظر گرفت که سال 96 یا 95 سن بشه گفت توسط بنیاد شروع شد، برای اینکه بتونیم مشکل فعلی بازی‌سازای کشورمونو که تعاملشون با دنیا کم بود یا بازی‌های در سطح کیفیت بازی‌های جهانی نمی‌ساختن رو در قالب TGC یک قدم در واقع برداریم برای برطرف کردنش. به چه هدفی شرکت کردید؟ بیشتر برای آشنایی بود و فکر می‌کردیم که همین آشنایی هم حتی می‌تونه برای ما بد نباشه که حداقل صنعت گیم ایران رو ببینن و بدونن که چه پتانسیلایی توش هست و آیا میتونن توش کار کنن یا نه. ظاهر ایونت ظاهر خوبی بود دیگه، احساس میکردیم که میتونه مفید باشه. واقعا پابلشرهای حالا مطرحی اومده بودن، مدرسهای خوبی میومدن، به دیده اینکه میتونه یه ایونت خوبی باشه ما ثبت نام کردیم، سری قرفه رو گرفتیم و گفتیم حضور داشته باشیم که ببینیم چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. به هدف اینکه تیما و خودمون یه خورده بتونیم روی محصولاتمون فیدبک بگیریم از خارجی‌ها و بازم اینکه چون اولین بار بود داشت اتفاق می‌افتاد، می‌خواستیم ببینیم که چه خبره، با چه کیفیتی قرار برگزار بشه. هدف اولمون هم این بود که بتونیم با اون شرکتی که میان از خارج رابطه برقرار کنیم. خب پسرخوانده اون موقع تازه منتشر شده بود بازار داخل، می‌خواستیم توی خارج از کشور منتشرش بکنیم. این هدف اصلی و اولمون بود. هدف دوممون هم خب رابطه برقرار کردن با خود شرکت‌های داخلی، استخدام نیروهایی که مستعد هستن و این دو تا هدف اصلیمون بود. به دو تا هدف هم نزدیک شدیم واقعیت، ولی هدف اولمون از یه طریق دیگه ای داره محقق میشه، نه از طریق TGC. بعد از کجا اصلا ایده شما تا چرا این TGC رو اسمش رو انتخاب کردیم؟ نه یعنی مثلا حالا چی شد که اصلا این رویداد اینجوری بی تو بی، یعنی ایدهش حالا اینکه اصلا از کجا باش آشنا شدین، طرحش از کجا اومد؟ همیشه مثلا چه میدونم سال 1386 بنیاد تو نمایشگاه مختلف شرکت میکرده و بنیاد پاویون داشته تو نمایشگاه و شاید در روز 20 تا 30 جلسه برگزار میشد توسط افراد مختلف که تو اون دعوا پاویون بودن. خب افراد مختلف می اومدن، بازی ساز می اومده، ناشر می اومده، ارائه دهنده سرویس می اومده. بنیاد همیشه این کارت ها و به اصطلاح بیزنس کارت ها رو می گرفته و با یه عالمه بیزنس کارت برمیگشته ایران، هم گفته خواهی اینا رو چیکار کنیم؟ یه فتوکپی از رو همش تهیه کنیم بدیم به بازی سازا یا نه تو سایتمون بذاریم یا اینا؟ این روشش نیست. بعد یه گفتمان ما از دو سال پیش عوض شد. این اگر مثلا ما میریم توی یک جای پاویون میزنیم، یک ارائه دهنده سرویس یا یک ناشر یا یک بازی ساز میاد، ما برای هر کدومش یه نسخه ای داریم
ما به اون بازی‌سازه میگیم ما دنبال تولید مشترکیم، بد نیست بیای تو تی جی سی بازی‌سازه خوب ما رو نگاه کن، شاید ما بتونیم تولید مشترک با هم بکنیم. به ناشر میگیم که دنبال نشر بازی‌های ایرانی تو خارج از کشور، میتونی بیای ایران. به اون ارائه دهنده سرویس میتونیم بگیم ایرانی‌ها خیلی میتونن از سرویس مثلا آنالیتیکس شما استفاده کنن، بد نیست بیای ایران. یعنی بستری شده برای اینکه در واقع بتونیم ارتباط جامعه بازی‌سازی رو با دنیا برقرار کنیم. حالا بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای دومین بار با همکاری گیم کانکشن فرانسه رویداد تهران گیم کانونشن یا به اختصار تی جی سی رو برگزار می‌کنه که شرکت بازی‌سازهای داخلی و خارجی و ناشرین مطرح در اون می‌تونه با برنامه‌ریزی و پیگیری صحیح اتفاق‌های خوبی رو برای صنعت گیم ایران و حتی خاورمیانه رقم بزنه. حضور بیش از 120 شرکت فعال در حوزه صنعت گیم، برگزاری 80 کنفرانس تخصصی و درگیری بیش از 2000 نفر در تی جی سی 2018 نوید اتفاق خوبی رو برای صنعت گیم نوپای ایران میده. در این برنامه سعی کردیم پوشش کاملی از این رویداد بین المللی برای شما داشته باشیم و هرچه بیشتر با نظرات شرکت کنندگان خارجی در مورد بازی سازی ایران و این رویداد آشنا بشیم. I really like it. I have been pleasantly surprised. خب یه رویداد بزرگی توی صنعت گیمه و اصلا نمیشه ازش چشم پوشی کرد. It's just so big and it's been lovely. And I'm very glad I'm here because everything is amazing. And so I'm glad to be being here. Yeah. It was absolutely. Yeah. It was a good experience. I've met many, many people at this conference. A lot of Iranians. A lot of nice-looking games. A lot of fun games. It's really great. اتاق بازی. 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 Thank you. What does that mean? Gaming room. Ah. Yeah, we are the gaming room. Yeah. در ابتدای روز اول برگزاری رویداد و در افتتاحیه حسن کریمی قدوسی از اهداف برگزاری تی جی سی گفت و سخنرانان صحبت‌هایی در مورد بازی سازی داشتند. بعد از افتتاحیه سراغ پیر کارد مدیر عامل گیم کانکشن رفتیم و ازش در مورد تی جی سی 2018 سوال کردیم. We do it because we believe it makes sense. We believe it makes sense, first of all, to support this industry, which is super nice. I mean, the people are super pleasant to deal with. The Iranians are very fantastic. And also, the industry in here is super strong. Comparing to the 2017, how prepared are the Iranian developers? It's super interesting. I've seen great games, some of them super innovative, super modest, some of them super minimalist, and some of them very, very clever in terms of gameplay, art, and programming, and everything. So you believe that these Iranian games can be globalized, right? Yeah, sure. I mean, this is the purpose of the event. But I believe you need to invest in your skills and learning, exchanging, networking, with experts is the best possible way to actually raise the bar and make sure you get the best possible expertise. So for that, this event served the purpose 100%. در تی جی سی امسال هم مانند دوره قبل شاهد انواع سخنرانی ها و کلاس ها با موضوعات مختلف بودیم. با خانم کیت ادواردز که در سخنرانی افتتاحیه در مورد قدمت بازیسازی در ایران صحبت کرده بود هم گپی زدیم. Okay, well my name is Kate Edwards and I am a geographer and a cartographer who's worked in the game industry for almost 25 years and I do what I call is culturalization work. So I basically help game developers avoid making political and cultural mistakes in their games
the kind of thing that gets them banned in certain countries or makes consumers angry at them because they offended their culture, things like that. Are you going to benefit from this opportunity to get familiarized with the local culture? Absolutely. Of my country? Yeah, I mean, I already have benefited by being here. I mean, there's Mark Twain, he once said that travel is fatal to bigotry, prejudice, and narrow-mindedness, which I love that quote, because basically the more you travel, the more you get to talk with people directly and understand their culture directly, have the conversations with them face-to-face. شور و هیجان در سر تا سر محل برگزاری به چشم می‌خورد و شاهد صحبت‌های زیادی در غرفه‌های بازی‌سازان داخلی در مورد کسب و کار هم بودیم که نوید همکاری‌های خوبی رو میده. My name is Adam Clare from Wero Creative and I'm here as a speaker to talk about game design issues and how we can make better games, the modular approaches to game design. And back in Toronto, we make escape games, and we also make video games. It's my first time, and I'm here for this TGC convention thing. I'm giving a small speech about making narrative in VR, which I did recently for the first time, and it was kind of a different challenge from doing traditional game narrative, so I'm here to talk about that. But for myself, I'm more interested in kind of meeting other game developers from here and buying Iranian vinyl records. So this convention's been really nice. Lots of people. It's a lot of people here. It's really great. And it's showing me a lot of the Iranian game scene. And it's different than the Canadian scene. Different stories being told. And it's at a different sort of development cycle. It's really interesting. And a lot of mobile focus, it's nice. Would you please let me know, what are your reflex upon the Iranian game developer? Yeah, I don't know too much about them, to be honest, because it doesn't filter through into the West very much. I think it's one of the strong points is there's stories here that you guys are telling that aren't being told by the rest of the world. I think it's a strength, and there's clearly talent, and initiative, and drive. Here, and there's a lot of passion for the game industry. Those are also great strengths. So are you trying to find a new market probably later on in Iran? Oh, definitely. Yeah. I'm going to be meeting with several publishers and seeing if they want to take our games and bring them here. And just to see what it's like, because our kind of method of survival as an indie game studio is to take whatever games we already have and then put them wherever we can. To try to get, like, squeeze a little more blood out of that stone. Quiz of Kings به عنوان یکی از مطرح ترین و پر مخاطب ترین بازی های امروز ایران هست و تلاش خوبی هم برای گسترده شدنش توی این سالها انجام شده. با امیر حسین ناطقی مدیر استودیو در مورد حضور توی TGC صحبت کردیم. هدف اصلی فکر کنم اینه که بتونیم با پابلشرهایی که اومدن اینجا آشنا بشیم و بازی رو بتونیم که توی کشورهای دیگه منتشر بکنیم. سال پیش هم ما حضور داشتیم ولی فکر کنم کیفیت پابلشرهایی که سال پیش حضور داشتن توی نمایشگاه بهتر بود از امسال. ولی خب حالا باز ما چند جا صحبت کردیم. به نظرم بد نبوده. حالا باید ادامه بده. اصلا تو خودمون باید ادامه داشته باشه. لینک قطع نشه. حالا امیدوارم که نتیجه مثبت بگیریم. خود TGC شاید توی کویز آف کینگز خیلی تغییر ایجاد نکرده. هدفمون و استراتژیمون هم توی کویز آف کینگز شاید توی سال گذشته این نبود که یعنی به صورت جدی پیگیری نکنیم که توی کشورهای دیگه منتشر بشیم. حالا سعی کنیم روی خود ایران متمرکز باشیم ولی امسال به نظرم یکی از هدف‌های جدیمون این باشه که حداقل یک کشور منتشر بکنیم. خب بازی ما خیلی نزدیک به یه بیزنسه، یعنی علاوه بر اینکه وضعیت ما به چشم بیزنس هم بهش نگاه می‌کنه و جنبه‌های مختلفی داره، اینکه بتونیم کانتنتش رو مدیریت بکنیم، اپریشن خاص خودش رو داره، تیم محتوای خودش رو می‌خواد. کار سختیه ولی خب یه سری برنامه‌ریزی داریم می‌کنیم که با پابلشرایی که صحبت می‌کنیم بتونن اون جنبه‌ها رو ساپورت بکنن. یه ذره ممکنه کارمون سخت‌تر باشه نسبت به بازی‌های دیگه‌ای که کژوال‌ترن ولی تلاشمون داریم. خب تا اینجا برنامه رو دیدیم TGC 2018 کلی اتفاق باحال و گزارش‌های خفنی که با هم دیدیم و کلی گزارش از آدمای خیلی خاص و خفن گرفتیم. می‌خوایم بریم بقیه‌اش رو ببینیم. الان داره دیره اون شد فعلا.
برند گندیاز و گانتی فیوچر آورد ایران که بتونیم یک کالای خیلی خوب رو به گیمر ایرانی ارائه بکنیم با گارانتی معتبر فیوچر. کاری که ما انجام میدیم یه جوری در واقع هم اکسسوری هستش، هم صندلی هستش و یه قسمت هم داخل کیسه، مثل پاور و در واقع فن و لیکوید فن که برای هر گیمری لازمه که بتونه اینا رو تخصصی به صورت LED RGB داشته باشه. برند گندیاز برند تایوانی هستش که الان برای اولین بار به صورت رسمی و انحصاری وارد ایران شده. محصولاتی داره که همشون برای گیمینگ هست، برای گیمینگ هم، برای پرو گیمران. این محصولات همشون RGB داره و حافظه داخلی که میتونن پروفایل خودشون رو بدون اینکه با نرم افزار کار کنن داشته باشن و همه جا در دسترسشون باشه. نکته دیگه این هستش که ما برای گیمر ایرانی ارزش و احترام قائلیم و فکر میکنیم که گیمرهای ایرانی هم باید بتونن از کالاهای روز دنیا با بهترین کیفیت و با بهترین گارانتی استفاده بکنن. گپ و گفت با شرکت کنندگان خارجی در سالن میتینگ رویداد خیلی گرم بود و بازی سازان علاوه بر تلاش برای جذب خریداران خارجی به بحث و گفتگو حول محور بازی سازی مشغول بودند. My name is Thais. I have been working in the game industry since 2010, so 8 years. I've started as a game designer, and that's the role I like to take up to now. But time to time, I also work as a producer. I co-founded a studio called Joy Measure. In Joy Measure, we focus on retro-inspired experiences. We have released Onikan, Odalus, and we are working in Blazing Chrome. I'm also very interested in how people connect to games and how games act as language and as a medium of expression. Is this your first time in Iran and TGC, or you had other experiences? It's my first time in the old Middle East section, and the first time I'm here in Iran. Okay, is this what you expected, or is it beyond your expectations? It's not what I expected, it's much bigger. The number of developers alone is much bigger than I expected. It's bigger than what I believe we have in Brazil, which is a country around the same size and with the same amount of people. Good. My name is Dietmar Hauser. I come from Vienna, Austria. And I'm here as a speaker in the technology track, and I talked about data compression in theory and practice so that the developers here know how to make smaller games and save on download costs. Is this your first time here? It is my first time in Iran. So how do you assess it? What do you think about this conference, Iranian games and Iranian developers? Yes, so far I have been, I liked it very much. The conference is much actually much like I would see if I would go to the Game Connection in Paris. It looks the same. I think it's organized by some of the same people. It's very professionally organized. I've played a couple of great games already on the booth here, and all the people I've met so far are very friendly and engaged and want to learn. Would you please tell us more about your job and your company and your games you've been developing? This stuff. Of course. So since the beginning of the year, I am an independent developer. I am a programmer for hire. So if you need somebody with my particular skill set, you can hire me. Of course, we want for a high rate. and I have been in game development for 17 years now. So I started in 2001, Gregorian calendar. There I have worked 5 or 6 years. I forget in a games company that made touchscreen games, coin operated, where you can play solitaire and this kind of games. Then I joined Sproing, which became over the years the premier game development studio in Austria. And I moved up there through the ranks and in the end became the head of the programming department. Unfortunately, last year Sproing shut down due to financial troubles, and I thought I can go and get into financial troubles alone. So I'm doing it alone. Oh, I'm so sorry for that. Do you consider yourself as a gamer?
Yes, definitely. So playing games is what also made me go to study programming and then work in the games industry. علی فخار مدیر روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و عضو تیم اجرایی TGC در مورد چالش‌های برگزاری رویداد و اطلاعات تکمیلی اون صحبت کرد. من فکر می‌کنم که TGC امسال در واقع نسخه بهتری و هرجایی‌تری نسبت به نسخه سال قبل و فضایی که ما برای میتینگ‌ها در واقع اختصاص دادیم امسال خیلی کمک کرده بود به اینکه در آن ملاقات تجاری بهتری اتفاق بیفته. از اون طرف در واقع کنفرانس ها هم سعی شده بود که خیلی هدفمندتر و بر اساس نیاز بازیسازا تعیین بشه در واقع عنوانهاش و موضوعاتش، که من تا حدی که فیدبک گرفتم دیدم که خیلی راضی بودن از کانتنتی که داره در بحث آموزشی ارائه میشه. ما که خوشحال بودیم در واقع داشتیم یه جورایی چی میگن نتیجه زحمت چند ماه رو می‌دیدیم. از این نظر خب برای ما خوشحال کننده بود. تقریبا هم میشه گفت من فیدبک هایی که گرفتم همه خوشحال بودن. خیلی کم دیدم کسی با دید منفی نگاه کنه، یعنی حس بدی داشته باشه یا حس کنه که در واقع اتفاقات بدی داره میفته یا مثلا خوب پیش نمیره چیزی. در واقع خوشبختانه خب همه چی هم منظم بود، طبق برنامه پیش رفت. از این نظرها فکر میکنم همه چی خوب بود، یعنی امیدوارم که حالا علاوه بر اینجور مسائل در واقع ما شاهد یه سری نتیجه خیلی خوبی هم باشیم که حداقل سال بعد بگیم برگزاری این ایونت به این نتیجه ها منتج شد. ببین تعداد کل شرکت کننده ها تقریبا بالای 1500 نفر بوده امسال، که در واقع حدود 90 نفر ما در مهمان خارجی داشتیم یا شرکت کننده خارجی داشتیم، 85 تا غرفه داشتیم امسال و بیش از 200 نفر در واقع دسترسی داشتن به بیزنس و یا در واقع میتینگ اپلیکیشن رویداد. تعداد سخنران ها هم، یعنی تعداد سخنرانی هم که این دو روز برگزار شد بالای 70 تا بود و دیگه 5 تا مستر کلاس، 4-5 تا در واقع پنل مختلف. خیلی فشرده بود، یعنی من دیدم خیلی هم در واقع گله دارن از اینکه چقدر برنامه ها فشرده است، اما خب حالا اوکی دیگه، ما ویدیوها اینا رو بعد از ایونت در اختیار همیشه گردانده ها میدونم. ولفگنگ واک یکی از شرکت کننده هایی بود که پارسال هم در TGC حضور داشت، برای همین درباره تفاوت های دوره دوم رویداد ازش پرسیدیم. It's a little bit more professional. We have a bigger speaker area, a professional business area, which is always good, a good sign. The coffee is a bit better. It's much better. Much better. What changes can you sense, can you feel? I think still the games that I see have the one problem that the design is a lot of Western design. It's technically and graphically it's fine. You can't really hear the music, so I cannot really judge the sound department. I sense you have good musicians, so it will work out. But the design is really like, let's do it like the Westerners do it, because there's the success. I can only encourage your guys to try their own thing. So my name is Rebecca. I've been a game developer for about 5 years. I've shipped a few games. I've shipped a few Assassin's Creed and a Kinect game, which was really, really fun to develop. You had the early copies, the early releases of? Well, I worked on Origins and Syndicate, so the last two Assassin's Creed. And I work on user interfaces in these games. Okay, so you have already worked for Ubisoft for a few years. Yes, yes. Against your expectations, how is it? I don't think I came with really any expectations. I tried to keep an open mind because what people around you tell you and people who are just hear what they hear in the media is just not always accurate, you know? Mm-hmm. After 2 days, has this event met your expectations or not? Oh, definitely, and beyond. It's just so big, and also the games community here is kind of like the games community back home, and that was something I was not expecting.
because where you're just so used to where you live, and then when you travel, you're like, okay, it's going to be different here, and it's not. It's just more cool people making really cool games. از بازی‌هایی که در سال گذشته وارد بازار شد و بازخورد خوبی هم داشت، پسرخوانده از استودیوی پایزان بود. اینجور همایش‌ها هر سالش با تکرارش به نظر من جدیتش مسلماً بیشتر میشه. کلاً ثباتش نسبت به پارسال خیلی تغییر کرده به نظر من. بله بله و این جدیت رو توی تمام افرادی که باهاشون صحبت میکنیم میتونیم ببینیم و این خب خودش خیلی خوبه، یعنی مسلماً سال به سال که میگذره این TGC برگزار میشه، مسلماً سال به سال بهتر میشه این قضیه. ناکنید ما بازی رو به تمام افراد نشون دادیم، یه سری فیدبک های خیلی خوبی ازشون گرفتیم و حالا یک سری کارهایی برای عرضه خارج باید انجام بشه که از طرف پابلیشرمون به ما گفته میشه و ما هم حالا مجبوریم که اونا رو انجام بدیم برای عرضه خارج کشور، که این کارها توی TGC پارسال و امسال انجام شد و الان هم داریم پیگیریش میکنیم و خدا شکر جای خوبی هم رسیده. 100%، بله بله، تولید کننده ایرانی آماده تر باشه، چون بالاخره بازی رو خب ما تو ایران خودمون منتشر کردیم و برای انتشارش تو خارج از کشور دنبال پابلیشرهای اروپایی خارجی می‌گردیم. خب امیدواریم که تو سال بعد محصولات بهتری داشته باشیم با کیفیت بهتر، حتی بالاتر از پسرخوانده برای عرضه تو سطح بین‌الملل. سعی کردیم با اکثر شرکت کننده های خارجی در رویداد صحبت کنیم، بیشتر باهاشون آشنا بشیم و نظراتشون رو در مورد TGC و بازی سازی ایران بپرسیم. I'm Philip Center. I'm the founder and CEO of Stomped. Stomped helps companies, especially gaming companies, to build up more relationships with their customers in this industry players. And it's about, I think these days it's more about having good relationship with your customers and with your players than just spending money and throwing money after user acquisition. Community can be a real sustainable asset these days, and we have companies with workflows, tools, and a whole platform to accomplish that. Actually, we already talked to many game developers in the past days, and what was clear is that especially the go-to market for a game is not clear enough. So in order to be successful, you need to identify your target group for a game. You need to be able to build a community from day one. So go out, share what you have, early scribbles, start talking to people, involve them, engage them, and over time you build a community. And if you do that properly and during the whole game development process, then you are able to have a big launch, and you have a launch with lots of people that already know your game, that are willing to pay for your game, show appreciation, and from there on it can go viral. Also, the fact that you're integrating or that you're involving people from day one saves you from failures, because you will get to know what is wrong with the game regarding gameplay or balancing pretty early on. In the end, you save much time and money, and your success rate will be much higher. My name is Audra MacIver, and I am the co-owner of a small PR agency based in Europe called Plan of Attack. We specialize exclusively in video game PR, launching video games and working on video game engines, corporate PR, but everything specifically within the video games industry. I really like it. I have been pleasantly surprised. I was first surprised by the size of the conference. It's much larger than I thought it would be. Secondly, I'm pleasantly surprised by the level of talent that I've seen here from the development community. I really had no frame of reference for the game development community in Iran before this trip. So I've been pleasantly surprised by both the quality of the games that I've seen, but even more so, I think perhaps a lot of times the creativity behind the games that I've seen. I think that it seems to me like the developers here are really experimenting with creative ways to innovate gameplay, and
I also feel like they have a high level of knowledge about what the games should look like. So what do you think about the future of gaming in Iran, actually? Do you think, is it bright or...? I think I'm actually quite hopeful about it, because I think I think there are a lot of stories here, untold stories. What are your suggestions for us to make our games more popular, more, I don't know, make it better somehow? I think part of it is just getting more exposure for the games outside of Iran, getting more exposure amongst media outlets and influencers outside of the Iranian market, because there's just not a lot of knowledge out there. There's not a lot of people know very much about the video game industry here. I didn't even know that it was this large. I definitely think just kind of communicating and getting exposure outside of this market and telling the stories that there are to be told here about the development teams, about the games, and I think that's probably the best way to kind of start expanding the world. We're here for that. Yes, exactly. Yes, yes. کریمی قدوسی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، از حال و هوای TGC 2018 گفت. فکر می‌کنم یه آمار خیلی خوبی آقای کارده داد. 2000 جلسه ست شد. 2000 جلسه خیلی زیاده. گیم کانکشن فرانسه که از همه دنیا میان 12000 جلسه برگزار میشه. و اینجا یک رویداد کاملا ایرانی بود. یعنی از همه دنیا نمی‌اومدن. بازی سازای دنیا نمی اومدن، ناشرای دنیا اومدن، سخنرانای دنیا اومدن. 2000 جلسه برای 2 روز، گیم کانکشن 3 روزه. یعنی شاید هم اینجوری حساب بکنید کمتر هم بشه. برای همین من بازی‌های خیلی زیادی فکر می‌کنم پتانسیل این دارن که منتشر شدن تو خارج از کشور. الان نمیشه گفت. دیروز من با یکی از ناشرای لهستانی داشتم صحبت می‌کردم، تو توییترمون هم زدیم. تقریبا یه ماه پیش 2 تا بازی ایرانی رو منتشر کردن، ما خبر نداشتیم. ببین TGC، من خودم این جمله رو از خودم نمیگم، یه بنده خدایی گفت، فهمیدم راست میگه. TGC محل گفتمان دولت‌ها با دولت‌ها نیست، محل گفتمان ملت‌ها و ملت‌ها و بخش خصوصی و بخش خصوصیه. اینجا ما از مثلا دولت آلمان نخواستیم بازی ساز بفرست. اینجا دولت آلمان نیست. اینجا بخش خصوصیه. برای همین بعضی وقتا ما نمیدونیم بخش خصوصی داره چیکار میکنه. ما داریم یه زیرساختی رو آماده میکنیم که بخش خصوصی بره جلو. و از این به بعد دست بخش خصوصیه. چه اتفاقی میفته؟ خوب پیگیری میکنن. خوب ایمیل میزنن. خوب جواب میدن. دست خودشونه. آره ما نباید دخالت کنیم. مثل همه جای دنیا. ما باید زیرساخت رو فراهم کنیم. از آینده رویداد و برنامه‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای پرسیدیم. قطعاً بزرگتر و بهتر، قطعاً سعی می‌کنیم تمام تلاشمون رو می‌کنیم سال آینده با نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای تهران برگزار کنیم. از همین الان یه تیمی تشکیل شده تو بنیاد، با مصلا نامه‌نگاری کردیم، درخواست تعیین وقت کردیم. امیدوارم وزارت فرهنگ و ارشاد که این رویداد دیده بیاد و با ما کمک کنه که بتونیم این دو تا رویداد رو در کنار هم برگزار کنیم. در کنار هم یعنی TGC اول برگزار شه، بلافاصله نمایشگاه عمومی شروع شه. نظر کریمی قدوسی رو در مورد برنامه اتاق بازی جویا شدیم. خب اتاق بازی که از قدیمی ترین ویدئوکست‌های در واقع موجود توی حوزه بازی رایانه‌ایه. من خودم شخصا خیلی وقت دنبال می‌کردم اتاق بازی رو. الان یه چند وقتی به خاطر مشغولی نمی‌تونم دنبال کنم. ولی از مدل تولیدش، از اینکه از آیتم‌های مختلفی تشکیل شده، از اینکه لوکیشنش عوض می‌کنه و دکورش عوض می‌کنه، از اینکه صرفاً به یک میز بسنده نمی‌کنه که 2 نفر آدم با هم صحبت بکنن، در واقع خیلی خوشم میاد. در نهایت و بعد از 2 روز پرهیاهو، TGC 2018 با جایزه گیمیستان در اختتامیه رویداد در دسته‌بندی‌های مختلف به اتمام رسید. برگزاری رویدادی بین‌المللی با هدف شکل‌گیری کسب و کار برای بازی‌سازها و معرفی بازی‌های داخلی در بازار خارج از ایران، یکی از مهمترین دستاوردهای چندین سال اخیر صنعت نوپای بازی در ایران است.
امیدواریم به همت بازیسازهای خوب کشورمون و همچنین با حمایت ارگانهای مسئول شاهد پیشرفت هرچه بیشتر این صنعت باشیم و همچنان در سالهای آینده رویدادهای بیشتری نظیر TGC رو شاهد باشیم. Game development is really hard. If you love video games, it's a wonderful industry to be involved in. Follow your dream, bring your passion. The technical knowledge you can learn along the way, but you can't necessarily learn the love. So don't let go of that, and just make sure that you're smart about it, and that you continue to do what you love. Iranian game makers, keep making games, keep exploring new territory, and keep at it because you can do it. I think what most stands out about gamers and especially game developers is that we are a very diverse group who have a common passion, as the keynote talk mentioned, and this helps us overcome many difficulties and differences. Anyone can download tools like Twine, like Construct, like Stencil, like Unity, and start making games. You don't have to know programming, you don't have to know art. You have the tools available to just start making, and everybody's first game is not the best game in the world. We all make mistakes, and that's how we become better game developers. And for gamers, I would really love for gamers to be reminded that game developers are also gamers, that we are just like you, and we are excited by your passion and enthusiasm to play things that are very close to our heart. I know exactly what gaming companies need these days, and I have a technical background and totally understand the difficulties of game developers and what it takes to implement SDKs and so on. So we encountered all the hurdles when we built out Stomped as a product and as a platform. And we totally get you. For me, that means being extremely blessed. I've been so fortunate with a very remarkable career. Think of something you want to experience and not of something that is logical, not of something that is somehow a mechanic that is somehow might have success. Think of an experience that you want to have and then strive to create this experience and do everything that you need to create this experience, and then you will have a great game. For me, games are the most powerful kind of expression nowadays, because if you think about the history of other medias like literature or movies or TV, all of them involved a lot of human senses, but games involve almost all of our senses and all our capabilities, and games even allow us to interact. So I think games are the most powerful way to convey a message, to express an experience, or to let your player know about something. I think the Iranian developer should keep fighting, because it's really a fight. It's not a fight with guns, it's a fight with expertise, it's a fight with quality, it's a fight with motivation and passion. And I'm pretty confident that the game developers in Iran have that, what it takes to actually win the fight. So basically, keep fighting. نمایشگاه TGC امسال داره تموم میشه، دارن غرفه ها رو جمع میکنن، ولی کلی بار باحال پر انرژی و مثبت و خاطره و همه اینا واسه ما گذاشت. برای تو خود تجربت از امسال چی بود؟ ببین، اولین باری بود که من میدم TGC، ولی خب به نظر من خیلی اتفاق کولی بود. امیدوارم اینا بیشتر بشه، همین که حالا علاوه بار فنی زیاد نمیگم، چون ما عنوان یه گزارشگر اومدیم اینجا، ولی خب همین که کلی آدم دور هم جمع میشن با هم صحبت میکنن، کلی دوست خارجی من رو پرند پیدا کردن. آره، همین که چند نفر که خیلی بیشتر دور هم جمع میشن، نظرشون رو با هم به اشتراک میذارن، به نظر من خیلی چیز باحالیه. تازه یه سری شغل پیدا کردیم که من اصلا نمیدونستم تو صنعت گیمینگ وجود داره.
خیلی شغلای مهمی بودن اتفاقا میگم کلن کلی بار علمی زیادی بهمون وارد شده و اینکه واقعا تجربه باحالی بود. آره امیدوارم که لذت برده باشید از این برنامه و از تی جی سی حال کرده باشید. بریم بخوابیم. آره واقعا دو روز نخوابیدیم الان ساعت 9 شب. ولی امیدوارم که شما همچنان با انرژی آیدیو هشتگ دیار پروگرام رو لطفاً دنبال کنید و اینکه همین دیگه. آره برنامه هفته دیگه مدد سر دیدم شما هستیم. آره ما بریم بخوابیم. بخوابیم. خدا حافظ.